یه سوالی که همیشه از ما میشه این سواله که آیا ریمپ میپره؟ بله میپره، اما به این شکل که بخواد دستکاری بشه. دستکاری به چه شکل؟ شما تشریف میبرید حالا هر مرکزی ریمپ انجام میدید و اون برنامه ریزی روی ماشین شما قرار میگیره و توی برنامه ECU شما سیو میشه، مثل یه آپدیتی که روی گوشیتون انجام میدید، مثل یه نرم افزاری که روی لپتاپتون سیو میکنید، هر آن چیزی که تو اون به اصطلاح کامپیوتر ماشینتون قرار میگیره از لحاظ برنامه‌ریزی وجود داره. اما چه زمانی میشه این اشکال براش پیش بیاد؟ اول خرابی فیزیکی ECU، یعنی ECU به هر دلیلی خراب بشه یا توسط اونایی که نباید برداشته بشه برداشته بشه و در اصطلاح دزدیده بشه. مورد بعدی به این شکله که ماشین صفره و میره نمایندگی. وقتی میره نمایندگی ممکنه آپدیت هایی روش بزنن که برای اون ماشین لازمه و با زدن آپدیت اون برنامه ها از بین میره و شما مجددا به اون کسی که ریمپ کرده باید مراجعه کنید که برنامه‌تون رو براتون بریزه یا بر اساس آپدیت جدیدی که روی ماشین انجام شده، به فرض دناپلا 3 توربو اتوماتیک صفر داریم، رفته نمایندگی آپدیت شده، برنامه از بین رفته، میره نمایندگی و بعد از اینکه تشریف آوردید مثلا مجموعه ما، برنامه دوباره روی اون آپدیت خونده میشه و برنامه ریزی میشه. و در نهایت در هنگام یه سری تعمیرات ممکنه ماشین فابریک بشه یا اینکه توی اون پروسه تعمیر باتری ساز بیاد بنا به تشخیص درست یا غلط بیاد روش برنامه بزنه، در اصطلاح بیاد فلش کنه، بیاد پروگرام کنه یا هر چیز دیگه ای که مربوط به برنامه ریزی اصلی ECU، بخواد در اصطلاح خامش کنه، بخوان کیلومتر کم کنن تو بعضی از ECU ها که متأسفانه کار قشنگی نیست، تو اصلاح کیلومتر باید به اصطلاح بعضی وقتا پاک بشه برنامه، پس خودش به خودی خود تغییری براش ایجاد نمیشه. ممکنه سنسورهایی که به اون موتور وصلن و با اون کالیبراسیون توی ECU کار میکنن مشکلی براشون پیش بیاد و تغییراتی رو مالک حس بکنه که اون تغییرات مربوط به عملکرد فنی ماشینه، اما خود برنامه یه چیز ثابتیه، مگر اینکه شما از اینجا بعدش بخواید تغییرات بدید. بفرض تغییرات در حجم موتور، تغییرات در نوع سیلندر، تغییرات در ورودی خروجی هوا و دود ماشین، خب بر اساس اون باید برنامه مناسب زده بشه که در مورد اون مفصل‌تر صحبت می‌کنیم.